سلام، خوب است. کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی روز گذشته بیشتر از 3 ساعت درباره پیشنویس توافقنامه صلح افغانستان که از سوی خلیلزاد به سیاستگران به حکومت افغانستان سپرده شده است بحث کردند. این عضو کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی میگوید که بیشتر اعضای این کمیته درباره این پیشنویس دیدگاه های مثبت داشتند. اکثریت به میچی بودن که بله یک طرح است، چیزای خوبی هم داره، در بعض موضوعات خوبی در گنجانیده شده، اما سوالای هم وجود داشت. قرار است که پیش از نشست ترکیه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی پرسش هایشان را به امریکا مطرح بسازند، مثلا مشارکت، مثلا نقش شورای فقها یا لایحه وظایفشان، مثلا نهادها، سرنوشت نهادها. این سوال است که به نظر ما باید بر از او جواب پیدا کنیم. امریکا دی ولندشی وی طرح نپرته بل کما داسی دی بدیل حل لار نه دی لکی کی سپاغه کی دی واک دی انتقال دی یو ټول شمول حکومت را مسه کیدل او پلوه کی دی وسنی جګړې ته دی یو سیاسی حل لار دی برابرولو فرصت برابر شي. با این همه شام روز گذشته ملا عبدالغنی برادر با معاون نخست وزیر و وزیر خارجه قطر و نیز زلمه خلیلزاد دیدار داشته است. بناسته که دوحه توافقنامه تطبیق دی افغانستان پر روان وضعیت و دی بین الافغانی مذاکرات و دی روان بهیر پاره خبری و تبادل دی نظر سره وشول. نماینده ویژه نخست وزیر پاکستان نیز روز گذشته با وزیر خارجه ایران دیده است. صلح افغانستان یکی از موضوعات مورد بحث در این دیدار بوده است. این رایزنی ها در چارچوب دولت جمهوری اسلامی افغانستان و در همین راستا صورت میگیره. از سوی هم روزنامه لاس آنجلس تایمز امریکا از زبان جنرال کنت مکنزی فرمانده فرماندهی مرکزی امریکا و نیز جنرال اسکات میلر فرمانده نیروهای امریکایی در افغانستان نگاشته است که اگر نیروهای امریکایی بدون یک توافق سیاسی با طالبان در اول ماه می از افغانستان بیرون شوند، حکومت افغانستان برای حفظ شهرهای بزرگ با چالش‌های فراوان روبرو خواهند شد.